سلام دوستان، با سومین قسمت از سری ویدیوهای براش در تیوی مکس در خدمتتون هستم. امروز میخواستم یه سری از براشهایی که توی تیوی مکس هستش رو پرکاربردترینش رو معروفترینش رو کار کنیم، ببینیم که به چه صورت هست و چقدر میتونه تو پروژه ها کمک کنه بهمون. این یک آبجکتی که من انتخاب کردم و خواستم که به اصطلاح روش امتحان کنیم این به اصطلاح براشا رو. خب ابتدا آبجکت رو باید انتخاب کنیم، چون اگه انتخاب نکنیم چیز فعال نمیشه. آبجکت رو انتخاب میکنیم، فری فرم میبینیم که یک سری از براشا به اصطلاح در دسترس ما نیست. برای اینکه کلیه به اصطلاح براشا و کلیه آپشن ها در دسترس ما باشه، گزینه مودیفای رو فعال میکنیم. باید هم ادیت فولی باشه به اصطلاح آبجکتی که داریم، و اینجا فری فرم رو میزنیم که تمام به اصطلاح آپشن ها در دسترس هستن. ریبن رو باز میکنیم که به این صورت، و حالا شروع میکنیم با یکی یکی این به اصطلاح آشنا بشیم. خب یک سری به اصطلاح گزینه ما اینجا داریم، یک بازشو داریم اینجا، لود براش. فقط یه چیزی اینجا بگم که با اینا خیلی کار نداریم، ولی اگر میخواین که یه به اصطلاح ستینگ خودتون رو داشته باشین، هیچ وقت نیاین این به اصطلاح روی دیفالت کپی کنین. یه کپی از این بگیرین، رینیمش کنین، اسمش عوض کنین و بعد به اصطلاح سیو کنین ستینگ خودتون رو، و رو ستینگ قبل دیفالت به اصطلاح سیو نکنین. خب ما میایم اینجا اول شیفت ببینیم، رو هر مثلا براشی نگه دارین ماستون رو، یه توضیحات کلی بهتون میده. خب اول با شیفت و اینکه رو هر مثلا براشی کلیک کنین ستینگش میاد. به این صورت گزینه اول مثلا قدرتشه، ببینیم به این صورت، و وقتی که کم میکنیم ستینگشون که خیلی مثلا کوچیک، نقطه اثرش خیلی کوچیک میشه. خب اگر فلافش رو کوچیک کنیم، منطقه که تحت تاثیر قرار میده رو کم میکنه. و این گزینه میرور هست، یعنی وقتی که کلیک میکنید ایدیدی که در این طرف انجام میدین، طرف دیگه هم به صورت اوتوماتیک انجام میشه، و میتونین میرورتون رو در راستای مختلف داشته باشین. ما الان در راستای X داشتیم، میتونین در راستای Y داشته باشیم، مثلا به این صورت. به این صورت میشه فقط در یک راستا، در راستاهای مختلف میشه. این تو راستای زد با کاربردترینش از میرورها هم در راستای محور ایکس هستش، و به این صورت. حالا پس این شد براش شیفت. حالا براش روتیت، شیفت روتیت جا به جا میکنه در راستای دورانی. مثلا میخواییم روی ابروی این مثلا تستش کنیم، به این صورت طرف رو میبره بالای، طرف دیگر میره پایین. و اگر بالافش رو کم کنیم به این صورت، که زیاد کنیم هم به این صورت، و اگر میرورش روشن کنیم اینجا میتونیم تغییرات رو داشته باشیم. و حالا فقط یه چیزایی که قبل باید راجعش صحبت میکردیم شاید چند دقیقه قبل، اینه که ما یک به اصطلاح آبجکتی میخواییم که کاملا اسموت باشه، و ساب دیوایدش هم حالا تو مقدارش هم تو 3 بدیم، و بیشتر از 3 حالا برای دستگاه خیلی که قابلیت بالایی دارند استفاده کنیم، ولی بیشتر از اون توصیه نمی کنم، ولی حتما 3 تا
به اصطلاح تو اسموت بهش مقدار بدیم برای اینکه بتونین از این براش به خوبی استفاده کنیم. و شیفت اسکیل هست، اینکه به این صورت اگر حالا میرو رو خاموش کنیم سکیل میکنه یه قسمتی رو، اینطور میتونیم سمت تو بیرون میتونیم باش تغییراتی رو ایجاد کنیم به این صورت است. شیفت روتیت هم با هم کار کردیم. حالا میریم برای براشای دیگه. خب این الان به اصطلاح به خاطر سایز بزرگی که براشمون داره، ببینین وقتی که کنترل شیفت و درگ میکنیم میتونیم سایزش رو تغییر بدیم یا که به صورت دستی از اینجا. و حالا مقدارش رو آلت شیفت هست که میتونیم قدرتش رو بالا پایین کنیم. میبینین که به صورت که این به اصطلاح برجستگی این ناخواسته اگر پیش اومده باشه رو اونین که به این صورت صاف میکنه. و ریلکس سافتن پس شد صاف میکنه به اصطلاح این برآمدی که اگر ناخواسته باشه. شما ممکنه یه پروژه باشه یک به اصطلاح به صورت ناخواسته ما یک ایجاد شده باشه یک برجستگی و به این صورت میتونین از بین ببرینش توی کارهای دیگه. فلاتن هم میاد و تخت میکنه سطحی رو که به اصطلاح انتخاب میکنیم و کنترل رو نگه داریم به سمت داخل میبره و آل سمت بیرون میاره. و کنسل رو که بزنیم کلیه این به اصطلاح موارد ناخواسته رو از بین میبره. شیفت و آلت هم ببینیم که قدرتش رو کم میکنه به این صورت. فلتن برعکسه، اگر که آلت رو نگه داریم به صورت کم برآمده بیشتر نگاه داره. یا نه این هم به صورتیه که یعنی وقتی که در حالت عادی آلتا نگه نداشتیم تو رفته است، وقتی که آلتا نگه میداریم کم فرق میکنه داستانش. و حالا کنترل سایزش میتونیم بالا کنیم و ببینیم که به چه صورت بررسی ها رو فلت میکنه. آلت هم نگه داریم باز هم فلت تفاوتی نداره و با براشه از زیبراش فرق میکنه. فکر کردم شباهتی میتونه بینشون باشه ولی اینطور نیست. و حالا پینچ که یه براش هست به همین اسم هم در زیبراش هست. میبینیم که به چه صورت این اگه دقت کنی سایزش هم میخواد بیاریم پایین. ببینید این دو لبه رو این تیز میکنه این قسمت رو و این دو لبه رو به هم نزدیکتر میکنه. برای اینکه لبه های تیزتری داشته باشیم میتونید ازش استفاده کنید. و حالا یه خود سایزش رو بریم بالا که مشخص بشه. ببینید قشنگ تیز میکنه اینجا رو، لبه ها رو به هم نزدیک میکنه و ببینید خیلی تیز میکنه کار. میتونید در این قسمت ها ببینید چه اختلافی داره، میتونید ازش استفاده کنید. و اگر مثل براشی که زدین مورد قبولتون نبود کنسل رو میزنید و اگر بود تیکه سبز یعنی کامیت رو میزنید. ببینید به این صورت برمیگرده به حالت اولش. خب دوستان و حالا بریم سراغ نویز هم یک ابجکتی یک به اصطلاح براشی هست که خیلی اینا مهمه که به اصطلاح مقادیری که بهش میدن خیلی مهمه. کنترل شیفت برای که سایزش مشخص بشه، آلت شیفت درگ قدرتش رو خیلی
نباید ببریم بالا. البته اینا تماما بستگی به ابعاد شکلتون داره دیگه. این الان خود بهتر شد، کنسل میکنیم، کنترل شیفتی خود سایزش میبینیم به صورت رندوم کار میکنه، آفستش هم خود میاریم پایین. خیلی شد 2000 کنم خوب باشه یا کنسل. کنسل میکنیم دیگه. اینا باید نسبت به سایز آبجکتتون اینها رو مثلا مشخص کنیم. خیلی هم بالا بره. به این صورت میتونم مثلا یه حالا چیز خاصی که شما میخواین رو روی آبجکتتون نشون بدیم به این صورت. و اگزگیریت هم نسبت باید به این صورت میتونه یه سری خرابی ایجاد کنه، یه سری کارهایی رو نسبت به آبجکتی که داریم مثلا میتونه ایجاد کنه. این خوده البته رو تمام اینها خیلی باید دقت کنین از نظر سایز، قدرتش و همینطور آفستش، مقداری که براش تعیین میکنین. و البته یه چیزی بگم که به صلاح الان ما داریم با من دارم الان با ماوس کار میکنم. اگر شما به موس هیچ وقت نمیتونه مثلا مقدار نیرویی که شما وارد میکنین رو مثلا تغییر بده یا نسبت مثلا اگر دستتون محکم فشار بدین مثل قلم نوری نیست. حتما اگر میخواین اثردهی بهتری ببینین حتما از قلم نوری استفاده کنین که بتونه اون اثر رو خیلی بهتر نمایش بده. خیلی میتونه بهتون کمک کنه و نتیجه بهتری هم ببینیم. و حالا میایم رو پوش پول. این بهترین یکی از کاربردترین براش ها هستش. استرینجش خیلی دیم حالت شیفت خوده. و اگر آلت رو نگه داریم به صورت فرو رفته کار میکنه، اگرم نه برجسته میکنه، مثل برجستگی میشه. یه بخواییم مثلا این قسمت ها رو برجسته کنیم دیگه نخواییم باید پولی کار کنیم، اکسترود کنیم و از اینجور کارا میتونیم با این براش به راحتی کارتون رو انجام بدین. اگرم که نخواستی میتونین کنسل کنیم و تمام این از بین بره، تمام اثراتی گذاشتیم. و حالا براش های دیگه که هر کدوم به نوبه خودش احتیاج به یک سری سلاح ستینگ مخصوص داره. خیلی مهمه روی ستینگ حتما کار کنیم. هم به صورت براش کار میکنه. سطحی رو چروک میده، حالت چروک انداختن کار میکنه و میتونیم توی یه جاهایی به این صورت میتونیم ازش استفاده کنیم. و
فقط میگم که چون موس حد اکثر نیرو رو وارد میکنه نمیتونیم که ببینیم. مثلا الان ما این قسمت رو تاثیر گذاشتیم، الان میخوایم سیوش کنیم و سیو میشه، ولی مثلا این قسمت خراب میشه مثلا و ما نمیخوایم، ولی این قسمت رو میخوایم، الان تو کامیت نکردیم میتونیم کنسل کنیم و این قسمت رو ببریم، از این ببریمش و دیگه نداشته باشیمش. برگردیم ببینیم الان اینجا ستینگ رو با تغییر بدیم، چون این مثلا خیلی فایده ای نداره برای من و همیشه کار خراب میکنه. خب مثلا الان بریم با اسپلاین کار کنیم ببینیم که به چه صورت هست. اما قبلش باید این مراحل رو انجام بدیم. میایم در این قسمت میایم سرفیس رو انتخاب میکنیم، دران سرفیس رو مشخص میکنیم که کدوم قسمت پیک رو میزنیم و آبجکتی که میخواییم روش با اسپلاین کار کنیم رو انتخاب میکنیم. این که اسمش در این قسمت میاد و این که فقط با براش پوش پول براش میتونیم روش کار کنیم و نه هیچ براش دیگه روش به اصطلاح کار نمیکنه. و ما میایم حالا اسپلاین رو انتخاب میکنیم و مثلا از نمای تاپ انتخاب میکنیم و میایم مثلا یه کلیک میکنیم و همینطور درگ میکنیم، هیچ کار خاصی رو انجام نمیدیم به این صورت. و حالا اسپلاین اون رو کشیدیم میایم و حالا مثلا اسپلاین رو پیک میکنیم، اسپلاین اون رو مثلا انتخاب میکنیم، پیک رو میزنیم و انتخابش میکنیم. الان در این قسمت میبینیم که انتخاب شد اسپلاینمون و با سالا از همون نمایی حالا تاپ میاییم و میاییم پوش پول براش رو انتخاب میکنیم و میبینیم که حالا سایزش هم کوچیک کنیم، کنترل شیفت به این صورت، آفستش هم حدودا نصف میکنیم یا آلت شیفت. و الان که براش میزنیم یعنی فقط هر جا میری فقط رو این اسپلاین داره به اصطلاح کار میکنه و البته نباید در مسیرش قرار بگیریم، فقط رو همین اسپلاین داره کار میکنه و میتونین استفاده های زیادی ازش بکنیم حالا توی پروژه برای اینکه مثلا یه محدوده خاصی رو بخوایم باش کار کنیم. و بعد میتونیم مثلا با براشای مثلا ریلکس بیایم یه خورده به این صورت این انحناها رو از بین ببریم. میتونیم چه زیاد کنیم به این صورت، سایز رو ببریم بالا و خیلی کارهای دیگه میشه میتونه اگه به این صورت انجام بدیم و سال ازش استفاده کنیم، فلتن کنیم یه خورده که سایزش خیلی بالاست به این صورت باش میتونیم کار کنیم، فلتن فلت کنیم، پخ کنیم یه خورده و مثلا قسمت هایی که نمیخوان رو به این صورت برگردونیم به حالت قبل که تو ویدیو قبلی هم باش کار کرده بودیم. این هم اسپلاینمونه و به این صورت کار فوق‌العاده‌ای میتونیم انجام بدیم. خب دوستان آخرین براشی که اینجا باش کار میکنیم برانچ هست، یا مثلا حالت شاخ درست میکنه یا شاخه مثلا یه انشاب میگیره، به این صورت کار میکنه که مثلا رو اون قسمتی که میخواین کلیک میکنیم و به این صورت میتونیم بکشینش بیرون. من در نمای F این کار کردم، حالا تو نمای پرسپکتیو میتونیم به این صورت بیارینش بالا و به این صورت میتونید ازش استفاده کنین. یا به اصطلاح میتونین یک کاری هم بکنین که
دوستان در مورد برنج، اگر که مثلا خیلی نازکه این به صلاح خروجی که میاره، شاخی که میاره بیرون، چون ابتدا مثلا بیاین رو همین آبجکت بیاین و چند تا پولیگون انتخاب کنین، مثلا به این صورت مثلا که میخواین انتخاب کنین، بعد برنج رو انتخاب کنین، براش برنج رو انتخاب کنین، دستون رو شیفت نگه دارین و اینو خارج کنین، ببینین که به این صورت در میاد. و حالا اگر که مثلا دستتون رو شیفت نذارین، این به همین صورت نازک میاد بیرون و معلوم نیست اصلا از کدوم پولیگان انتخاب شده. از قبلش که بخواین برانچ رو انتخاب کنین، میایین و پولیگان ها رو انتخاب میکنین، بعد برانچ رو انتخاب میکنین. اگر دستتون کنترل نگه ندارین خیلی نازکتر میشه به این صورت، مشخصه چیکار میکنین. و اگر هم به اصطلاح دستتون رو روی شیفت نگه داریم و بعد درگ کنیم که میتونیم به این صورت هم به شکل رو نبدیم. و در قسمت پولیدراو و یک سری به اصطلاح مقادیر داریم، شیفت رو نگه میداریم و به این صورت هایی که حالا شیفت رو نگه نداریم، میتونیم با حرکت دست، اگه شیفت رو نگه نداریم با حرکت دست میتونیم این مثلا برنج که میارید بیرون رو به هر سمتی که میخواییم میتونیم بکشیم. ولی اگه شیفت رو نگه داریم به صورت دیگه در میاد که اون وقت به اصطلاح با این عددا باید کنترلش کنی، برنچ رو انتخاب میکنی. خیلی آروم باید وقتی که دستتون رو شیفت هست به این صورت میتونیم اینو به صلاح مدل کنیم. حالا شیفت هم نگه نداشتیم میتونیم به صلاح به این صورت با انتخاب پولیگون ها میتونیم یک به صلاح این خروجی رو خود به صلاح ضخیم ترش بکنیم. خب امیدوارم دوستان از این ویدیو لذت برده باشین، تو کاراتون ازش استفاده کنین. اگر از این سب ویدیو دوست داشتین کانال رو دنبال کنین و ویدیوهای بیشتری هست تو کانال که میتونه بهتون کمک کنه. و تا ویدیوی بعدی مراقبت کنین. تا بعد.